سلام به شما عزیزان، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. آیا در مورد مژه‌های نازک خود و رشد کم اونها نگران هستید؟ شما تنها نیستید. بسیاری از خانم‌ها خواهان مژه‌های ضخیم و پرپشت هستند. مژه‌های ضخیم و پر چشما را بسیار زیباتر و جذابتر جلوه می‌دهند. و من امروز قصد دارم مواردی رو به شما معرفی کنم تا با استفاده از اونها بتونید مژه‌های زیبا و پرپشت داشته باشید. مورد اول، روغن کرچک. روغن کرچک ترکیبی قدرتمند در تقویت و تغذیه فولیکول‌های مو بوده و می‌تواند به شما کمک کند تا مژه‌های درخشان و پرحجم داشته باشید. همچنین این روغن با از بین بردن میکروارگانیسم‌هایی که رشد مژه‌ها را مختل می‌کنند نیز کمک می‌کند. با استفاده از یک برس تمیز یا با استفاده از گوشپاکن تمیز مقداری روغن کرچک را هر شب قبل از خواب به مژه‌هایتان بمالید. همچنین می توانید چند قطره روغن ویتامین ای را به روغن کرچک اضافه کرده و این مخلوط را به مژه‌هایتان بمالید و بگذارید این روغن تا صبح روی مژه‌هایتان باقی بماند و صبح با آب ولرم چشمانتان را بشویید. همچنین می توانید دو قاشق غذاخوری روغن کرچک را با دو قاشق غذاخوری ژله آلوورای تازه مخلوط کنید. سپس با استفاده از گوشپاکن تمیز این مخلوط را روی مژه‌هایتان بگذارید و صبح روز بعد آنها را بشویید. مورد دوم، روغن زیتون. روغن زیتون یک ترکیب طبیعی شناخته شده برای داشتن موهای پرپشت و ضخیم و تقویت رشد موها و به همان اندازه مؤثر در رشد مژه‌ها میباشد. این روغن غنی از ویتامین ای و اولیک اسید میباشد که مژه‌ها را تغذیه کرده و به آنها حجم میدهد. این ترکیب همچنین به تیره شدن مژه‌ها نیز کمک میکند. یک برس ریمل قدیمی تمیز یا یک گوشپاکن تمیز را برداشته و به مقداری روغن زیتون گرم آغشته سازید. قبل از رفتن به رخت خواب این روغن را با دقت به مژه‌هایتان بمالید، دقیقاً طوری که انگار در حال ریمل زدن هستید. بگذارید این روغن تا صبح روی مژه‌هایتان بماند، سپس در هنگام صبح با آب ولرم مژه‌ها را بشویید. این درمان را هر شب و به مدت چند ماه تکرار کنید تا نتیجه دلخواهتان را مشاهده کنید. ماساژ پلک. مورد سوم، مژه‌هایتان را شانه کنید. شانه زدن مژه‌ها نیز می‌تواند به رشد آنها کمک کند. این کار به پاکسازی مژه‌ها از گرد و خاک و ذرات کثیف کمک کرده و از انسداد و گرفتگی منافذ مژه‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر این کار گردش خون را در ریشه مژه‌ها افزایش داده و باعث می‌شود مواد مغذی بیشتری به فولیکول‌های مو برسند و آنها را تغذیه کنند. یک برس نرم مژه یا یک شانه نرم یا برس نرم ریمل تمیز را به مقدار کمی روغن ویتامین ای یا وازلین آغشته سازید. با استفاده از برس روغن ویتامین ای یا وازلین را به طور مستقیم روی مژه‌ها بمالید. به آرامی و ملایمت شانه زدن را ادامه دهید به طوری که حرکات دستتان رو به بالا باشد. شانه زدن را از ریشه مژه‌ها شروع کرده و به آرامی به سمت بالا حرکت کنید تا به نوک مژه‌ها برسید. هر روز دو بار و به مدت 5 دقیقه مژه‌هایتان را به همین منوال شانه بزنید تا وقتی که نتیجه دلخواهتان را مشاهده کنید. مورد چهارم، ماساژ پلک. ماساژ دادن پلک ها باعث تسریع رشد مژه‌های شما می گردد. این کار باعث اصلاح جریان خون به فولیکول های مو می شه که بدین معنی است که مواد مغذی بیشتری به فولیکول ها می رسد. این امر باعث تحریک رشد موها و جلوگیری از نازک شدن و شکستگی مژه‌ها می گردد. مقدار کمی روغن گیاهی وازلین یا کره را روی پلک های خود بمالید. با استفاده از نوک انگشتانتان پلک خود را در امتداد خط مژه‌ها با حرکات کوچک و آرام ماساژ دهید. ماساژ را به مدت 5 تا 7 دقیقه به شکل دورانی ادامه دهید و این کار را 2 بار در روز و به مدت چند ماه انجام دهید. نکته، قبل از ماساژ دادن پلک‌ها دست‌هایتان را تمیز بشویید. و اما مورد آخر، استفاده از آلوورا.
آلوورا درمان خانگی و فوق‌العاده دیگری است که با کمک آن می‌توانید مژه‌های بلند و ضخیم داشته باشید. آلوورا حاوی ویتامین‌ها و مواد مغذی متعددی است که رشد مژه‌های شما را تسریع می‌کند. علاوه بر این، مژه‌ها را مرطوب نگه می‌دارد. هر شب قبل از رفتن به رخت خواب با استفاده از یک برس ریمل قدیمی و تمیز مقداری ژل آلوورا روی مژه هایتان قرار دهید و بمالید. اجازه دهید این ژل تا صبح روی مژه هایتان بماند. سپس در صبح روز بعد با آب گرم آن را بشویید. قبل از استفاده از آلوورا حتما ژل آن را به طور کامل بشویید تا از پاک شدن لاتکس یا شیرابه آن اطمینان حاصل کنید. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.